با بهترین درودها بر شما هممیهنان ارجمندم در همه جای جهان، خاصه هممیهنان عزیز در مام میهن. برنامه های خبری تحلیلی شبکه تلویزیونی ایران فردا با برنامه شامگاهی آن سوی خبر گشوده می شود با تازه ترین اخبار و گزارش های دریافتی از ایران، منطقه و جهان. همچون همه شب به روال معمول، نخست مروری کوتاه بر سرفصل اهم مطالب و عناوین رویدادهای تنظیمی در طول 24 ساعت گذشته. صدور حکم 15 سال حبس مهدی هاشمی، فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی، همینطور فاز تازه ماجراهای تهاجم گروهی خودسر و علی مطهری با فرمان ویژه بررسی واقع از سوی حسن روحانی به وزرای امنیتی کابینه، دور جدید مذاکرات هسته‌ای در ایستگاه لوزان سوئیس، همینطور دورخیز تازه جدل‌های جناحی با افزایش تقاضاها علیه برکناری یونسی از سوی کمپ اصولگرایان و بالاخره حجم گسترده نارضایتی‌های کارگری و مشکلداران معیشتی ایرانی با خودسوزی هموطن دست فروش عرب خوزستان، اهم مطالب و موضوعات خبری در طول 24 ساعت گذشته تا کنون دوشنبه 25 اسفند ماه بود که همراه با شما بینندگان عزیز به مرور شرح جزئیات آن رویدادها خواهیم پرداخت. نخست از مجموعه رویدادهای هسته‌ای می‌خوانیم. در نخستین روز از دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا دیدار و گفتگو داشته است. این مذاکرات در آستانه پایان مهلت تعیین شده برای رسیدن به توافقی کلی که گفته می شود سیاسی است با ایران در اواخر ماه مارس در شهر لوزان سوئیس در حال انجام است. بنابر گزارش ها، عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزارت امور خارجه ایران و همینطور خانم وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در دیدار آقای صالحی با آقای مونیز نیز حاضر بودند. جان کری و محمد جواد ظریف وزرای امور خارجه آمریکا و ایران هم که به لوزان سفر کردند قرار بود یک شنبه شب با هم ملاقات کنند، اما گزارش ها کیست که این دیدار به روز بعد موکول شده است. جان کری وزیر امور خارجه دیروز شنبه گفت که امیدوار است امکان رسیدن به توافق طی چند روز آینده محقق شود. ایشان می گفت که اختلافات باقی مانده بیش از آن که فنی باشد سیاسی است. از سوی دیگر عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران هم ابراز امیدواری کرد که در دوره جدید مذاکرات هسته‌ای با آمریکا اختلافات مهم حل شود. ادامه می دهیم با سویه های دیگر انرژی هسته‌ای. در سوی دیگر اعتراض سنا به توافق احتمالی با ایران کماکان بر روند بی پایان دو سوی دلواپسی در دو طرف ماجرا می افزاید. در این راستا سناتور میچ مکانل رهبر اکثریت جمهوری خواه در سنای آمریکا گفت که باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور در آستانه یک توافق بسیار بد با ایران است. ایشان روز یک شنبه 24 اسفند ماه تأکید کرد که کنگره آمریکا تلاش خواهد کرد بر این توافق اثر بگذارد. اظهارات آقای مک‌کانل همزمان با آغاز دور تازه‌ای از مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در لوزان سوئیس منتشر شده است. این در حالی است که کاخ سفید به مجلس سنای آمریکا هشدار داده بود که در روند این مذاکرات بیش از پیش مداخله نکند. دنیس مک‌دونو رئیس دفتر رئیس جمهوری آمریکا دیروز شنبه، البته پریروز شنبه 14 ماه مارس، در نامی به باب کروکر رئیس جمهوریخواه کمیته یا روابط خارجی مجلس سنای این کشور نوشت که طرحی که جمهوریخواهان در سنا در پی تصویب آن هستند میتواند مانع موفقیت مذاکرات شود. در صورت تصویب طرح مذکور هر توافقی با ایران میبایست به تصویب کنگره آمریکا برسد که اکثر کرسی‌های آن نیز در اختیار اعضای نسبتاً تندروتر حزب جمهوری خواه قرار دارد. آقای مک‌دونو رئیس دفتر کاخ سفید همچنین از تلاش جمهوری خواهان برای سلب اختیار از باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا برای لغو تحریم‌های ایران انتقاد کرده است. دولت آمریکا بارها هشدار داده است که
هر اقدام کنگره پیش از حصول توافق با ایران می تواند به روند مذاکرات آسیب بزند. جدال و درگیری های این گونه در دو سوی جریان منتقدین هم در ایران و هم در آمریکا ادامه دارد. ادامه آن سوی خبر با تازه ترین اظهار موضع آمریکا نسبت به بحران سوریه که منجر به تعجب بسیاری از کنشگران در عرصه رسانه ها شده بود. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت که ایالات متحده در نهایت مجبور است با بشار اسد رئیس جمهور سوریه مذاکره کند. آقای کری که در آستانه چهارمین سالگرد آغاز جنگ داخلی سوریه سخن می گفت، بحران این کشور را یکی از بدترین تراژدی هایی توصیف می کرد که بشر تاکنون به چشم دیده است. به گفته وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، با وجود شکست دور قبلی مذاکرات، واشنگتن سعی کرده بشار اسد را به آغاز دوباره گفتگوها ترغیب کند. جان کری در مصاحبه تلویزیونی با شبکه آمریکایی CBS گفته است که دلیل شکست مذاکرات قبلی این بود که آقای اسد تمایلی به گفتگو نداشت. در سوی دیگر همین اظهارات، خانم ماری هرف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با ارائه توضیحات بیشتر درباره اظهارات جان کری در توییتر نوشته است: تأکید جان کری بر سیاست بلند مدت آمریکا مبنی بر پیش بردن موضوع از طریق مذاکره بوده است و منظور او مذاکره مستقیم با دولت سوریه نیست. تنشی که در راستای نزدیک شدن به بشار اسد هر دولتی را میتواند بدنام کند. در طول 4 سال گذشته دولت آمریکا بارها بر کنارگیری بشار اسد از ریاست جمهوری سوریه تأکید کرده بود، تا جایی که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تنها راه حل بحران سوریه رو کنار رفتن بشار اسد رئیس جمهور دیکتاتور سوریه اعلام کرده بود. در همین میانه ها تخمین زده می شود بیش از 215,000 نفر جان خود را در طول 4 سال جنگ داخلی سوریه از دست داده باشند. سازمان ملل متحد می گوید تقریبا نیمی از مردم سوریه در داخل یا خارج این کشور آواره شدند. خبرها را با رویدادهای چند از موج جدید جدل‌های دو جناح در قالب حمله به نماینده و همینطور صدور حکم قضایی پی می‌گیریم. مدل تازه‌ای از گروکشی‌ها و رقابت‌های جناحی در ایران. نخست صدور حکم مهدی هاشمی. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران از محکوم شدن مهدی هاشمی رئیس سابق سازمان بهینه‌سازی سوخت و همینطور پسر اکبر هاشمی رفسنجانی به حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمات دولتی خبر داده است. گزارش خبرگزاری قوه قضاییه آقای محسنی اژه‌ای گفت که حکم مهدی هاشمی که توسط شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی صادر شد هنوز قطعی نشده است و برای بیان جزئیات آن معذوریت قانونی دارم. خبرگزاری فارس نیز به نقل از منابع خود از محکوم شدن آقای مهدی هاشمی به 15 سال زندان خبر داده است. با رویدادی تازه در واقع از کشاکش ها درباره حمله کنندگان به علی مطهری که همچنان وارد ماجراهای تازه تر می شود. استاندار فارس در این راستا اعلام کرد که در لحظات پایانی روز شنبه 23 اسفند عوامل اصلی حمله به مطهری نماینده مجلس شناسایی و به مقامات قضایی استان معرفی شدند. محمد احمدی در مورد عوامل اصلی حمله توضیح بیشتری ارائه نکرد، اما به گزارش خبرگزاری ها از جمله ایسنا وعده داد که شناسایی سایر عوامل و زمین سازان انجام این حرکت ناپسند و هنجار شکنانه در دست بررسی و اقدام لازم قرار دارد. احمدی همچنین اشاره میکرد که شناسایی عوامل این حمله در پی دستور اکید رئیس جمهور و تأکید مکرر وزیر کشور مبنی بر شناسایی دقیق و برخورد قاطع با حمله کنندگان به خودروی علی مطهری انجام شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به وزرای اطلاعات و کشور دستور داده است مسئله حمله به علی مطهری در شیراز پیگیری شود. در همین حال محمد رضا صادق مشاور رسانه‌ای حسن روحانی روز جمعه اعلام کرد اگر استاندار فارس نتواند با خاطیان اتفاقات شیراز و حمله به علی مطهری برخورد کند،
باید از سمت خود استفاده کرد. علی مطهری نماینده تهران در مجلس که روز 18 اسفند ماه برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود، در فرودگاه این شهر با هجوم نیروهای لباس شخصی یا در واقع اوباشان شهر شیراز مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در نهایت مجبور به بازگشت به تهران شد. علی مطهری روز شنبه 23 اسفند و پس از سخنان امام جمعه شیراز در نماز جمعه، ایشان را متهم ردیف اول در حمله به خود معرفی کرد و حتی از وزارت کشور خواست که اصلا برای پیگیری موضوع شخص ایشان را مورد بازجویی قرار دهند. با آن سوی خبر را با اخباری از میزان فزاینده نارضایتی های صنفی و کارگری آن هم در آستانه نوروز ایرانی پی میگیریم. نخست خودسوزی در اهواز. یونس اساکره شهروند عرب ایرانی روز شنبه 23 اسفند ماه در پی تخریب دکه میوه فروشیش توسط نیروی انتظامی مقابل شهرداری خرمشهر دست به خودسوزی زد. عبدالرضا اساکره برادر وی گفته است که وضعیت برادرش به شدت وخیم است و پزشکان چندان امیدی به بهبود شرایط وی ندارند. آقای اساکره همچنین با انتقاد از اینکه تاکنون هیچ مسئولی برای رسیدگی به وضعیت برادرش در بیمارستان حاضر نشده گفت که او دچار 70% سوختگی شده است. به گفته کریم دهیمی فعال حقوق بشر، آقای اساکره 34 ساله در حال حاضر در بیمارستان طالقانی اهواز بستری است. گویا در راستای تسهیل آمد و شد گروه های مسلم راهیان نور، دکه میوه فروشی این شهروند ایرانی عرب اهواز رو شهرداری جمع کرد که منجر به اعتراض این مرد شد. اعتراض و تجمع صنفی معلمان در تهران و استانها همچنان ادامه دارد. صدها نفر از معلمان ایران روز یکشنبه 24 اسفند ماه در اعتراض به وضعیت معیشتی خود در شهرهای شیراز، یزد، خرم‌آباد، کرمانشاه و شهر کرد در مقابل استانداری ها تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، این گروه از معلمان با اشاره به تجمع دیگری که در 10 اسفند ماه داشتند گفتند که علی‌رغم اعتراضات گسترده دولت و مجلس هیچ اقدام مؤثری به منظور افزایش بودجه آموزش و پرورش و به طور مشخص افزایش حقوق و دستمزد معلمان انجام ندادند. معلمان پیش از این نیز در تجمع‌های انجام شده خواستار اجرای کامل نظام و حقوق هماهنگ کارکنان دولت هستند. به این صورت که معلمان دارای مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا به اندازه سایر کارمندان دولت با مدرک مشابه حقوق بگیرند. آنان میگویند که در مقایسه با سایر کارمندان دولت، حقوق معلمان با مدارک تحصیلی مشابه بسیار کمتر است و این میزان نارضایتی روز به روز در میان معلمان ایرانی گسترده تر و فزاینده تر می شود. ادامه با خبرهای کارگری، صنفی و دستمزدها. تعیین دستمزد کارگران خبری بود که بر صدر رسانه‌ها قرار گرفت. در جلسه شورای عالی کار، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت حداقل دستمزد سال آینده مشموران قانون کار را با 17% افزایش نسبت به سال جاری معادل حدوداً 700 هزار تومان تعیین و تصویب کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، پیگیری ها نشان می‌دهد که با نشست شورای عالی کار که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در محل وزارت تعاون برگزار شد، حداقل دستمزد سال آینده 11.5 میلیون کارگر و مشمول قانونی کار حدوداً 712 هزار تومان شد که نسبت به دستمزد سال 93 معادل 103.430 تومان افزایش داشت. گفته می شود برای تعیین و تصویب حداقل دستمزد سال آینده در هفته‌های اخیر نشست‌ها و مذاکرات فراوانی بین گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت انجام شد، اما در نهایت سه گروه در رقم 712.430 تومانی مزد که از ابتدای سال 94 باید از سوی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی مشمول قانون کار اجرا شود، به توافق رسیدند. ادامه می‌دهیم رویدادهای امشب رو با درخواست‌ها علیه یونسی، وزیر اطلاعات پیشین و دستیار آقای روحانی در امور اقوام.
109 نماینده مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار عزل علی یونسی مشاور رئیس جمهور ایران شدند. این نمایندگان دیروز در جلسه علنی مجلس با دادن تذکر به رئیس جمهور ایران در نامه خود به حسن روحانی نوشتند که مواضع آقای یونسی درباره عراق و الغای ایران هراسی و اسلام هراسی که توسط بزن وی دشمنان انقلاب اسلامی بارها در رسانه‌های آنها و مواضعشان بیان شده کمک می‌کنند. نمایندگان منتقد مشاور رئیس جمهوری ایران که به گفته خبرگزاری مجلس تعدادشان به 109 نفر رسید میگویند آقای یونسی از زمان شروع به کار مواضع نسنجیده و اقدامهای اختلاف برانگیز و برنامههای تفرقه ساز داشته است. این نمایندگان خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور گفتند که به این دلیل خواستار عزل یونسی هستند که او روحیه تذکر ناپذیر دارد و بر مواضع به گفته آنان ناپسند خود اصرار می کند. انتقاد این نمایندگان از صحبت‌های هفته گذشته آقای یونسی در همایش هویت ایرانی صورت پذیرفت. خبرگزاری‌های ایران از علی یونسی نقل کرده بودند که ایشان در این همایش گفته بود در حال حاضر عراق نه فقط حوزه تمدنی نفوذ ماست، بلکه هویت، فرهنگ، مرکز و پایتخت ماست و این مسئله هم برای امروز است و هم گذشته است. که این اظهارات هم رسانه‌های کشورهای عرب منطقه را برانگیخته بود و هم موجب تعجب ایرانیان داخل کشور شده بود. آن سوی خبر با سویه‌های تازه‌تر از رویدادهای متنوع، بازگشت ایرانیان خارج از کشور حتی با کارت شناسایی گویا تاکتیک تازه ای از سوی جمهوری اسلامی در جذب ایرانیان برون مرز می باشد. محمد حسن قشقاوی معاون کنسولی وزارت امور خارجه ایران می گفت در میان ایرانیان خارج از کشور حداکثر 3% فعال اپوزیسیون هستند که مشکلاتی برای ورودشان به داخل وجود دارد. به گزارش خبرگزاری مهر آقای قشقاوی که روز یکشنبه 24 اسفند ماه سخن می گفت در همین خصوص افزود که این 3% ممنوع الورود نیستند، اما به محض ورود پرونده قضایی برایشان تشکیل می شود. آقای قشقاوی در این حال گفت که 97% ایرانیان خارج از کشور اپوزیسیون نیستند و این افراد می توانند به راحتی برای ایام عید نوروز به ایران سفر کنند. معاون کنسولی وزارت امور خارجه ایران توضیحی در مورد دستیابی به این درصدها و آمار نداد و معیارهای قرار گرفتن افراد در میان 3% یاد شده رو نیز مشخص نکرد. این در حالی است که این روزها گویا در راستای برخورد با بعضا پناهجویان جعلی کمپین ها و پتیشن های گسترده‌ای به اعتراض جمع‌آوری شده. محمد حسن قشقاوی در ادامه می گفت که با طرح تسهیلات ورود ایرانیان خارج از کشور به داخل، تمام ایرانیان می توانند با مراجعه به سفارتخانه ها و ارائه اسناد هویتی، گذرنامه یا سند دیگری در حکم گذرنامه را دریافت کنند که امریست تا حدودی کم نظیر در طول 36 سال مدیریت سیاسی جمهوری اسلامی. و در عرصه رویدادهای منطقه‌ای هوای روابط دو کشور ایران و عربستان در آسمان تیره تر و دودالو تر شد. محمد رضا فقیهی رئیس ستاد عمره دانشگاهیان در اظهاراتی تازه گفت که کشور عربستان در حال حاضر روند صدور ویزاها را کاهش داده و با توجه به مشکلات موجود سازمان حج و زیارت تمامی پروازهای عمره را از 29 اسفند لغو کرده. بنابراین در تعطیلات نوروزی اعزام نخواهیم داشت. این مقام مسئول می گفت امیدواریم با پیگیری‌های رئیس سازمان حج و زیارت کشورمان و وزیر حج عربستان در زمان کوتاهی مشکل صدور روادید برای عمره گذران ایرانی حل شود. معاون حج عمره و عتبات سازمان حج و زیارت نیز به خبرگزاری صدا و سیما می گفت پروازهای عمره از اول تا 10 فروردین 94 به عربستان سعودی لغو شد. این مقامات گفتند روند صدور روادید در کنسولگری های عربستان سعودی در تهران و مشهد در 3 هفته گذشته کاهش چشمگیر یافت
که این امر منجر به لغو در مجموع 70,000 پرواز سفر عمره در فروردین 94 و لغو سفر 25,000 متقاضی عمره می شود. ناظران می گویند این توقف ناشی از تبعات اظهار نظر احمد جنتی در نماز جمعه تهران و تبریک مرگ ملک عبدالله قلمداد کردند. ادامه خبرها، خبرهای منطقه‌ای و رویدادی تازه و تا حدودی امیدوار کننده از تدریس زبان کردی در مدارس ایران. در مدارس سقز درس زبان کردی تدریس می شود. برای اولین بار در یکی از مدارس شهر سقز به صورت رسمی مجوز تدریس درس زبان کردی صادر شد. روز شنبه 9 اسفند ماه، یک هفته پس از روز جهانی زبان مادری، با حضور معلمان مدرسه صلاح الدین ایوبی سقز کتاب درس کردی در این مدرسه رونمایی شد. کتاب درس کردی که به دانش آموزان مقطع راهنمایی مدرسه صلاح الدین تدریس می شود توسط گروه زبان پارسی آماده شده است. ادامه خبرهای اجتماعی، کماکان پرونده اسید پاشی مرتوجه رسانه ها بود. محمد رضا مقیمی، رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی، در تشریح اقدامات پلیس آگاهی در سال 93 به پرونده اسید پاشی در اصفهان اشاره می کرد و می گفت رسیدگی به پرونده اسید پاشی در اصفهان در اولویت ما قرار دارد و امیدواریم به زودی کشف شود، اما نمی توانیم زمان دقیقی برای این کار تعیین کنیم. ادامه می دهیم خبرها رو. گویی یا مقوله های جنبش سبز همچنان خبرساز هستند و در تازه ترین رویداد می خواندیم دستگیری پارتی با مچبندهای سبز. یک خبرگزاری وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح ایران از دستگیری 60 نفر خبر داد که به گفته این رسانه با مچبندهای سبز رنگ در یک پارتی شبانه در محل تهران سر در غرب تهران شرکت کرده بودند. به گفته خبرگزاری دفاع مقدس، این 40 مرد و 20 زن شامگاه جمعه 22 اسفند در حین ارتکاب جرم و شرب خمر و حالت مستی دستگیر شدند و در این پارتی مقادیری مشروبات الکلی و مواد مخدر کشف شده است. بر اساس این گزارش، دستگیری این افراد پس از دریافت اطلاعاتی از سوی سرتیم‌های اطلاعات بسیج حوزه 207 القدیر تهران سر و با حضور پلیس امنیت اخلاقی و ضابطین قضایی نیروی بسیج انجام شده است. اتهامی که معمولاً به فعالین سیاسی منتسب می‌کنند. صمد اسدی، فرمانده بسیج این حوزه، می‌گفت در این پارتی که در یک باشگاه ورزشی بدنسازی مربوط به یک دستگاه غیر دولتی برگزار شد، از پیشرفته ترین ابزار و وسایل نورپردازی استفاده شده بود. به گفته آقای صمدی، این باشگاه پلم شده و افراد دستگیر شده نیز تحویل نیروی انتظامی شدند. مچبند سبز که در این خبر به آن اشاره شده از نمادهایی است که به هواداری از اعتراضات سال 88 ایران اشاره دارد. در وقت باقی مانده، گویا وقت به انتها رسیده. با این خبر عملا وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد. برنامه گزارش روز بلافاصله همچون همیشه پس از آن سوی خبر پخش خواهد شد که مروری تکمیلی و تفصیلی است بر اهم رویدادهای پخش شده در آن سوی خبر. ضمن دعوت از شما بینندگان عزیز به تماشای ادامه برنامه ها از محضر یکایکتان خداحافظی می کنم. تا درودی دوباره، شامگاهی دیگربار و سویه های تازه تری از آن سوی خبر در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.